بریم سراغ سوال 44. چی میگه؟ او 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 فهمیدی چی شد؟ ایده عوض شد. از اینجا به بعدش خیلی باحال میشه. مقدماتو گفتیم، مدارای تک حلقه رو گفتیم. از اینجا به بعد میخوایم وارد چی بشیم؟ به هم بستن مقاومت ها. میخوایم مقاومت های سری و موازی رو بررسی کنیم. واقعا این تیکه رو دوست دارم، خیلی لذیذه، خیلی خوشمزه است. یه عالمه تکنیک ناب، روش های تستی ناب داریم که ما کمک میکنه این سوالا رو سریع حل کنیم. خواهش میکنم لطفا حتما اگه آموزش رو ندیدی برو ببین، نکته ها، ایده ها، تکنیک ها رو یاد بگیر، بعد بیا اینجا با هم دیگه تستا رو تون تون بزنیم جلو. قبوله؟ بزن بریم. سوال 44 میگه در شکل روبرو مقاومت معادل بین دو نقطه A و B چند آر است؟ آ معادل بین دو تا نقطه رو میخواد. این دو تا نقطه رو اینطوری به باتری وصل کنید، یکم درک پیدا کنید نسبت به مدار. ببین اینطوری بعد مدارتو نگاه کنی، اینطوری بعد مدارو نگاه کنی. خب آقا الان این دو تا با هم دیگه چی ان؟ متوالی ان. این دو تا با هم چی ان؟ موازی ان. جواب این با این متوالیه، کل اینا با این موازی میشن. اینطوری بعد مدار نگاه کنیم. بریم ساده کنیم. آقا اینجا یه دو آر دارم با یه دو آر، متوالی ان، میشه چهار آر. دو آر و دو آر تقسیم بر دو میکنم میشه آر. این آره رو با سه آر جمع میکنم میشه چهار آر. یه چهار آر اینجا دارم، یه چهار آر اینجا دارم، موازی ان. تقسیم بر دو میکنم میشه دو آر. میگه مقاومت معادل چند برابر آره؟ جواب میشه چی بچه‌ها بگین؟ دو برابر آره. سوال بعدی رو نگاه کن، سوال 45. بدو 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 به به. میگه در تمام مدارهای زیر اندازه مقاومت ها یکسان است. مقاومت معادل کدام مدار بیشتر از سایر مدارها؟ بچه‌ها میتونیم برای آر یه عدد مثال بزنیم؟ شروع کنیم ساده کردن، اینطوری راحت تره. یا میتونیم همینطوری پارامتری بریم، هر جور که راحت بودیم. خب من ترجیح میدم همه ی آرا رو بذارم 12 میخوام با هم مقایسه کنم. دوست داری پارامتری برو، دوست نداری عدد بذار مثلا. آقا چرا 12 گذاشتی؟ 12 خوبه، مخصوم علیه زیاد داره، به 2 3 4 5 به 5 نه به 6 بخش وزیره، مخصوم علیه زیاد داره، محاسباتون راحت میشه. سری همه اینا 12 میخوام مقاومت معادل بگیریم. میگه چی؟ کدام مدار مقاومت معادل بیشتری داره؟ آقا این 12 و 12 با هم میشن چند؟ 6. این 12 و 12 میشه 24، با 6 میشه چند؟ 30. میام اینجا. اینجا نکن چه اتفاقی میفته. این 12 و 12 با هم میشن 24. این 12 و 12 با هم میشن 6. 24 4 برابر 6 میشه 24 5. قطعاً کم میشه. بیا اینجا. 12 تقسیم بر 3 میشه 4. 12 رو با 4 جمع میکنم میشه 16، کم میشه. 12 12 میشه 24. 24 رو تقسیم بر 2 میکنم میشه 12. آقا همین 30 از همه بیشتره. بدون حلم میشد گفت دار، ولی یکم ریسک داره. ببین اینجا تعداد مقاومت‌های موازیمون خیلی زیاده، برای همین مقاومت معادل مدار کم میشه. ولی اینجا به صورت سری بسته شدن، تعداد مقاومت‌های سریمون بیشتره. ها پس مقاومت معادل مدار بیشتر میشه. متأسفانه ریسکش نمیارزه. همینطوری حل کنیم راحت‌تره. بزن بریم سراغ سوال 46. در شکل زیر مقاومت معادل بین دو نقطه A و B چند برابر آر است؟ آقا مدار پیچیده شد، سیم اضافه داریم، به ظاهر مدار اعتماد نمی کنیم. از چه روشی میریم؟ پتانسیل نقاط. یه نگاه می کنیم، اگه مدار خوشگل بود که بود، اگه خوشگل نبود خوشگلش می کنیم. بزن بریم این مداره رو خوشگل کنیم. خب اینجا میشه آ، اینجا میشه آ آ آ، قبول داری؟ از این ور این میشه بی، این میشه بی، اینجا میشه چی؟ سی سی. این تکنیک یادت هست؟ یه آ می نویسم و یه بی می نویسم و سی رو میذارم وسط. خیلی خوب. یه آر دارم بین آ و سی، روش خط بکشم. یه آر دیگه دارم بین آ و سی. یه دو آر دارم بین آ و بی. دیگه چی دارم؟ یه دو آر دارم بین بی و سی. اینم بود آر، اینم بود آر. چیو از من میخواد؟ مواد مواد. این آر و آر بچه با هم موازی هست، میشه آر دوم، میشه نیم آر، این میشه نیم آر. این دو آر با نیم آر چیه؟ متوالی، جمع میشه، میشه دو نیم آر. پس این بالاییه کلن شد دو نیم آر. این دو نیم آر رو دارم و این دو آر رابطه خاصی با هم ندارن، برابر نیستن، مضربم نیستن. پس ضربشون به جمعشون، یعنی اگه من بخوام آر کل رو پیدا کنم،
آره کل ما چی میشه؟ میشه ضرب اینا. دو ضرب در دو و نیم میشه پنج. میشه پنج تا آر دو به روی جمعشون، یعنی چار و نیم آر. خب اینو با این میزنم، صورت و مخرج و ضرب در دو میکنم، میشه ده نهم آر و جواب من میشه گزینه چهار. میگه معادل چند آر میشه؟ ده نهم آر. قبوله؟ سال بعدی رو نگاه کن. سال 47 میگه اگر مقاومت معادل مدار زیر بین دو نقطه آ و بی برابر 2 اوم باشد، آر 3 چند اوم است؟ ببین این دفعه معادل رو داده، یکی از مقاومت ها رو از ما میخواد. خب یکم مدار رو نگاه کنیم. این دوتا با هم دیگه باید سری باشن، با این موازیه، با این سریه، با این موازی. من تشخیص دادم. اگه تشخیص میدی دمت گرم، اگه تشخیص نمیدی ریسک نکن، از پتانسیل نقاط برو. بریم با پتانسیل نقاط اینو سادهش بکنیم. آقا اینجا چی میشه آ، اینجا چی میشه بی، اینجا رو یه اسم دیگه میذارم سی. این دوتا مقاومت خیلی تابلوه بچه، با هم متوالی هم. پس بذار همینجا ساده کنیم، یه شیش بذاریم، یه آ بنویس و یه بی بنویس و سی و بذار وسط. بزن بریم. این شیشه به کجا وصله؟ یه طرف به آ و یه طرف به سی. شیشو میذارم اینجا. خیلی خوب، آر 3 آ و سی، اینم میذارم آر 3. خیلی خوب، دیگه چی داریم؟ دیگه چی داریم؟ یه دونه یه اوهمی داریم بین بی و سی، یه دونه یک اوهمی داریم بین بی و سی، یه دونه هم 6 داریم بین آ و بی، یه دونه هم 6 داریم بین آ و بی. این شد 6. حالا قشنگ گوش کن. ببین میگه مقاومت معادل بین در واقع همه این نقاط بین آ و بی برابر 2 اوم میشه. خب بر حسب تجربه من میتونم خیلی سریع بگم این 3 اومه، این قطعا 3 اوم. چرا؟ 6 دو برابر 3 میشه، میشه 6 سوم میشه 2 اوم. اگه میتونید از اون تجربتون استفاده کنید خیلی سریع اینو تعیین کنید، اما اگه نمیتونی اینو بذار x، اینو بذار x. آقا من نمیدونم این چقدر دیگه، اسمشو میذارم x. میگم 6 ضرب در x، 6 ضرب در x به روی 6 به اضافه x، این باید برابر چی باشه؟ 2 باشه. خب ساده میکنم، این با این میره میشه 3، این میشه 1، طرف این وسط این بکنیم x به دست میاد 3. پس اگه حفظی دمت گرم، تو خیلی خفنی، اما اگه حفظ نیستی با این روش میتونی بری آقا معادل اینجا رو پیدا میکنی 3 اوم. حالا این یکه به اضافه یه چیزی شده 3 اوم، پس این یه چیزیه بعد خودش هم باشه، این یه چیزیه بعد 2 باشه که 2 به اضافه 1 3 اوم بشه. خب اگه این بخواد 2 باشه دوباره مثل همین میشه، دوباره مثل همین میشه. پس این آر 3 ما باید چند باشه؟ باید 3 باشه که 6 و 3 بشه 2. گفته آر 3 رو پیدا کن میشه 3 اوم. خیلی حال داد. اوکی؟ بزن بریم. بریم سراغ سوال 48. به 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 به، اینو دوست دارم. سر و سری سال 98. آقا اصلا صورت مسئله رو ببین. من این مدار رو میبینم دست و دلم میلرزه. خیلی تعداد مقاومتاش زیاده. سیم اضافه دارم. اوه 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 اوه. بابا جون این سیمای اضافه خیلی بی پدر مادرن. چی بهت یاد دادم؟ مدار خوشگل نبود، خوشگلش کن. بزن بریم خوشگلش کنیم. یه نقطه اینجا داریم M، اینم اینجا میذارم M. اینو میذارم N، اینو میذارم N، اینو میذارم N. این یکی هم باز میشه چی؟ N. قبوله؟ یه نگاه کنم. اینم M، اینم M، اینم M، اینم M. یه نگاه کنم این تیکه سیم اسم نداره، اسمشو بذاریم سی مثلا، اسمشو بذاریم سی. ام و ان دو طرف، بقیه رو بریز وسط. ام و ان دو طرف، بقیه رو بریز وسط. خب سری سری سری، یه 10 ثانیه 15 ثانیه وقت میگیره، بذار بگیرش، کار نداره. آر بین ام و سی، آر بین ام و سی. خب اینو خط بزن دوبار نشماری. این آر هم بین ام و سیه، این آره بین ام و ان. خب 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 خب، یه آر داریم بین سی و ان. خب 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 خب، یه 18 داریم بین ام و ان، یه 18 داریم بین ام و ان. عجب مدار خوشگلی. حالا بریم صورت سوال بخونیم. در مدار زیر مقاومت معادل بین دو نقطه ام و ان اینو میگه، برابر آر دوم است، آر چند اوم است؟ خب سری به حلش کنیم. آقا این دوتا رو معادل بگیریم، این دوتا رو معادل بگیریم. این آر و آر با هم میشن آر دوم، با یه آر باید جمع بشه میشه سه دوم آر. پس تا اینجا شد سه دوم آر، تا اینجا شد سه دوم آر. یه دونه سه دوم آر دارم، یه دونه آر دارم، یه دونه 18 دارم. میخوام چیکار کنم؟ معادل بگیرم. از فرمول معمولی بریم بهتره. میگم یک آر کل برابر است با یک 18 همه
به اضافه یک آرومه به اضافه بگو دو به روی سه آر. ها برعکسش کردم دیگه، میشه دو به روی سه آر. میام یه مخرج مشترک میگیرم، مخرج مشترکم میگیرم 18 آر. اینجا از فرمول معمولی بریم راحت تر جواب میده. آقا ضرب در آر شده پس این میشه آر، این ضرب در 18 شده پس این میشه 18، این ضرب در 6 شده پس این میشه 12. تمام. پس آر کلمون میشه این. خود آقای طراح به ما چی گفته؟ گفته آر معادلمون آر دوم میشه، پس به جای این بعد آر دوم بذارم که دوشم اینجا میاد بالا. خب دیگه فکر کنم قضیه حله. یه آر این ور رو با آر این ور میزنم طرف این وسطه میکنم، دو تا 18 تا میشه 36 تا، 36 برابر است با آر به اضافه 30، از اینجا آر رو پیدا میکنم 6. او جواب میشه گزینه 3. تست مال کجا بود؟ تست مال سراسری 98 بود که اینقدر ما روون و راحت حلش کردیم. این تست خفن کنکوره ها، این تست خفن کنکوره. جماعت این سوال از دست دادم، حواستو جمع کن. مدارای الکتریکی نقطه قوت ماه، برگ برنده ماه، آس ماه. این مدارای الکتریکی ما رو جلو میندازه. قدر این فصل رو بدونی. سوالم تو کنکور زیاد داره، 3 تا سوال داره. بزن بریم بابا جون. سوال 49 چی میگه؟ میگه در مدار مقابل ابتدا کلید باز میباشد، اگر کلید را ببندیم مقاومت معادل مدار چند اوم تغییر میکند؟ خب سوال کلید دارم، چی بهت یاد دادم؟ هر موقع کلید داری بعد سوالتو دو بار حل کنی، یه بار کلید باز و یه بار کلید بسته. پس یه بار باز و بار دیگه بسته. بیا اینجا کلید باز، میخوام این مدار رو حل کنم. خب بچه فرض کن کلید باز بشه، اصلا این تیکر رو نگاه نکنید، اینو پاک کنید تو ذهنتون. بذار با سفید روش بکشم. اینو نگاه نکن، کلید باز اصلا تو ذهنت پاکش. خب یه سری معادل بگیریم، اینجا رو نگاه کنید ببینیم چه خبره. 12 و 12 با هم موازی هن. من خیلی سری 6 میذارم، 6 و 12 با هم متوالی هن. 18 میذارم، 18 و 18 با هم موازی هن. 9 میذارم، 9 با 3 میشه 12، 12 دو برابر 6 میشه 12، 3 میشه 4. پس آره کل ما شد 4. خدا بده برکت، چه سرعتی، دممون گرم. خیلی خب اینا رو پاک کنیم، اینا رو پاک کنیم، اینا رو پاک کنیم. حالا میخوام برم سراغ حالت دوم. حالا میخوام برم سراغ حالت چی بچه ها بگین؟ دوم. توی حالت دوم داریم چی کار میکنیم؟ کلیدو میبندیم. حالا میخوام معادل مدار رو پیدا کنیم. بذار ببینم چی میشه اگه کلیدو ببندیم. او 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 این به مدار اضافه میشه. این چی میشه؟ اتصال کوتاه میشه. ببین سه اهمیو نگاه کن، دو سرشو نگاه کن، به هم وصل کن، به هم وصل کن، به هم وصل کن. آها این سه اهمی اتصال کوتاه. خب این شیشه با این 18 موازی میشه، اینجا مدارمون تغییر نمیکنه. بیا از داخل شروع کنیم ساده کردن. این 12 و 12 با هم دیگه شدن چند؟ 6. 6 و 12 با هم شدن چند؟ 18. خب این 18 و 18 با هم شدن 9. حالا این 9 با این شیشه چی میشه؟ موازی میشه. یعنی اگر کا بسته باشد، اگر کا بسته باشد در نهایت به اینجا میرسیم که ما یه دونه چی داریم؟ یه دونه 9 داریم که با شیشه ما چی شده؟ موازی شده. خب اگه آر کل رو بخوام پیدا کنم میشه 6 9 تا 54 تا، 6 به اضافه 9 میشه 15، یه همچین چیزی میشه. قبوله؟ قبوله. اینو به 3 ساده میکنم بشه 5، اینو به 3 ساده میکنم بشه 18. خب میشه 18 پنجم، ضرب در 2 کنیم میشه 36 دهم. 3 و 6 دهم، 3 و 6 دهم. طراح چی میخواد؟ میگه چقدر تغییر میکنه؟ مقاومت معادل ما 4 بود، حالا شده 3 و 6 دهم. چقدر تغییر میکنه؟ 14 هم تغییر میکنه و جواب ما میشه گزینه 1. این سراغ سوال 50 چی میگه؟ میگه در مدار روبرو ابتدا کلید باز است، اگر کلید بسته شود مقاومت معادل بین آ و ب چند اوم تغییر میکنه. یه جورایی شبیه سوال بالاییه. آقا یه بار فرض میکنم کلید کا چی باشه؟ باز باشه. کلید کا رو اصلا نگاه نکنید، این کلید کا رو اصلا نگاه نکنید. پاکش کنم. تموم. یه خورده مدار رو بررسی کنیم. این دوتا با هم دیگه چی هن؟ سری هن. از داخل مدار شروع کن. این دوتا با هم سری هن. با این موازی میشه، با این سری، موازی، سری، اینام سری، جواب با این موازی. به من اینا رو چشمی تشخیص میدم. سواله که چشمی تشخیص میدی دیگه آبسه ننویس، دیگه پتانسیل نقاط نذار. اما اگه دیدی سوال سخت بود تشخیص نمیدادی، سیم اضافه داشت، سیم از رو هم رد شده بودن، اون موقع بهتره آبسه بذاری. خیلی خوب بزن بریم سری معادل حساب کنیم. 3 و 3 میشه 6، 6 دو برابر 3 میشه 6، 3 میشه 2، 2 1 میشه 3، 6 و 3 میشه 2، 2 1 میشه 3. پس کل اینجا شد 3، این میشه 6، 6 و 3 میشه 2،
آره کل میشه دو. خیلی سریع حل کردم. تو هم باید همینقدر سریع حل کنی، همینقدر سریع باید حل کنی. مخصوصا دارم تون میگم، شما آهنگتون تون بشه. خب اینا رو پاک کنیم، اینا رو پاک کنیم، اینا رو پاک کنیم. توی حالت دوم چه اتفاقی میفته؟ تو حالت دوم میگه کلید را میبندیم، کلید را میبندیم. یکم مدا رو بررسی کنیم. ببین این یکه رو نگاه کن، میاد 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 میاد، دو سرش به هم وصل میشه. پس این یکه اتصال کوتاه میشه. خب مدارمون از داخل شروع میکنیم حل کردن. سری موازی ها رو توضیح بدم. این دوتا سریان، این دوتا سریان با این موازی. جوابش با این سری. جواب اینا با این موازی. اینا سری، جواب این با جواب این وریا میشه موازی. خب بریم معادل گیری کنیم. این 3 و 3 با هم میشن 6. این شده 6، این شده 3. دیگه ما حفظ شدیم. اینا کلش میشه 2. اینا کلش با هم میشه 2. چرا؟ 6 دو برابر 3 هست، میشه 6 سوم میشه 2. پس این تیکه میشه 2. 2 با 1 میشه 3، یعنی اینجا شد 3. 6 با 3 میشه 2، یعنی کلش شد 2، از اینجا تا اینجا شد 2. 3 و 3 با هم دیگه میشن چند؟ 6. حالا این 6 با این 2، ببین اینا شدن 6، اینا هم شدن 2. با هم دیگه چی ان؟ موازی ان. 6 چند برابر 2؟ 3 برابر. پس میشه 6 چهارم. پس اگر کلید کا بسته باشد، مقاومت معادل ما میشه 6 چهارم، یا به عبارتی 1.5. 2 بوده شده 1.5. چقدر تغییر میکنه؟ نیم اون تغییر میکنه. جواب میشه گزینه 2. سوال بعدی رو نگاه کن، سوال 51. به به، از اون سوال تالیفی خلاقانه جالبه. میگه شکل از این نمودار تغییرات جریان بر حسب ولتاژ رو نشون میده. خب R1 داریم، R2 داریم، مقاومت معادل داریم. میگه کدام گزینه در مورد اندازه دو مقاومت و نحوه اتصال آنها درست است؟ خیلی جالبه، خیلی جالبه. آقا داشتم درس میدادم چی به شما یاد دادم؟ گفتم اگه نمودار IV دیدین، شیب این نمودار IV رو خواستین، شیب نمودار رو خواستین، شیب میشه تانجانت آلفا، تانجانت میشه ضلع مقابل به مجاور، میشه IVم، IVم میشه 1/4. پس شیب نمودار با R رابطه عکس داره، یعنی اونی که شیبش بیشتره مقاومتش کمتره. خیلی خوب، این REQ از همه شیبش بیشتره، پس R معادل ما کوچکتر است از R1 و R1 کوچکتر است از R2. بچه ها اگه این مقاومت ها به صورت متوالی به هم بسته شده بودن، حتما مقاومت معادل از تک تک اینا بیشتر می شد. هممون می دونیم وقتی مقاومت ها به صورت موازی بسته می شن، مقاومت معادلمون از تک تک مقاومت ها کمتر می شه. حالا که مقاومت معادل ما از R1 و R2 کمتره، پس حتما اینا چجوری به هم بسته شدن؟ موازی به هم بسته شدن. خیلی خب بریم گزینه بزنیم. پس اینا موازی به هم بسته شدن و قطعا R1 از R2 کوچیکتره. جواب میشه گزینه چند؟ 3. سوال بعدی رو نگاه کن، سوال 52. به به، اینجا بعدش رو خیلی دوست دارم. میگه مطابق شکل زی، دو سیم فلزی توپر آ و ب به طولهای مساوی به یک باتری وصل شدن. اگر مقاومت ویژه آ 3 برابر بی باشد، یعنی این رو باشه این 3 تا رو، سطح مقطع سیم آ چند برابر سطح مقطع سیم ب؟ خب بچه ها از پخش جریان میخواییم کمک بگیریم. دو تا سیم داریم، مواد ویژه رو داریم، جریان رو داریم، مساحت سیما رو میخواییم. خب یه خود نگاش کنم، چه جریانی بالا رفته؟ آی سوم. چقدر پایین اومده؟ 2I³. پس این بیه جریان بیشتری وارد شده، پس حتما مقاومتش کمتره، حتما مقاومتش کمتره که جریان بیشتری داری توی میده. یعنی اگر مقاومت اینو بذارم R، قطعا مقاومت این میشه 2R. چون سیم آ جریانش نصف شده، حتما بعد مقاومتش دو برابر شده باشه. تمومه، بزن بریم توی روئل آم. مقاومت چی میشد؟ روئل آم. پس اگه تناسب بنویسم، آر بی به آر آ میشه رو بی به رو آ، ضرب در آی آ به آی بی. تمام. آقا ال چرا ننوشتی؟ گفته بودی اینا هم طولن، پس با ال دیگه من کاری ندارم. بریم سراغ عدد گذاری. آره بی آره آ، آره بی رو دارم آر،
مقاومت آر رو دارم، دو آر این با این میخوره میشه یک دوم. رو بی، رو بی، رو بی، این رو، رو آ سه تا رو، اینو میذارم چند؟ سه. خب تمام دیگه، نسبت مساحت رو پیدا شد، این میاد اینجا میشه سه دوم. گفته مساحت آ چند برابر مساحت بی است، میشه سه دوم و جواب میشه گزینه یک. بریم سراغ سوال 53. بیا 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 سوال 53. باز یه جورایی شبیه سوال قبلیه. ببین سوالا خیلی با دقت چیده شده، یه منطقی داره، یه نظمی داره، مثل سریال میمونه. به ترتیب حل کن و همشو حل کن. میگه دو سیم رسانه‌ای آبه، دو تا سیم رسانه‌ای آبه با قطر مقطع و طول مساوی به طور موازی به هم وصل شدن. پس سطح مقطع و طولا برابره، یکی از سیما آه، یکی از سیما بیه، به طور موازی هم به هم وصل شدن. بزن بریم. و از مجموعه آنها جریان 4.5 آمپر عبور میکنند. میگه شدت جریان در سیم آ چند آمپر است؟ اینجا آی آ رو میخواد. خب اینجا قطعا یه آی چی داریم؟ بی داریم. تو پرانتز چی گفته؟ گفته رو آ انقدر، روی بیو داده انقدر. میبینی روی آ انقدر، روی بی انقدر. خب من میخوام نسبت مقاومت ها رو پیدا کنم. اگه من بخوام آر بی به آر آ رو پیدا کنم، میشه روی بی به روی آ. طولا برابره، کاری ندارم، مساحت ها برابره، کاری ندارم. خب این دو تا عدد رو میخوام برهم تقسیم کنم. 10 به توان منفی 8، 10 به توان منفی 8 رو فراموش کن، کاری باش ندارم. چی میمونه؟ روی بی اینو میذارم 56، روی آ اینو میذارم 16. یه اشارم زدم رفت. به یه دو ساده کنیم یه خود خوشگل بشه، به 4 هم میتونیم ساده کنیم. اینو بذاریم 4، این میشه چند؟ 14. حالا اینو ساده کنیم میشه 7 دوم، میشه 3.5. ای چه باحال. یعنی اگر مقاومت آ رو بذارم آر، مقاومت بی میشه 3.5 آر، این میشه 3.5 آر. یعنی مقاومت بی 3.5 برابر مقاومت آ. خب بچه ها مقاومت و جریان با هم رابطه یه عکس دارن. اونی که مقاومتش کمتره جریانش بیشتره، و اونی که مقاومتش بیشتره شک نکن که جریانش کمتره. درسته؟ خب حالا ببین چجوری حلش میکنن. میگم که آقا این مقاومتش آره، این سونی، فرض میکنم جریان این باشه X، این که مقاومتش بیشتره جریان اون کمتره، فرض میکنم ایکس. خب این آه مقاومت چند برابر اینه؟ 1.5 اومده. پس جریانش باید 3.5 برابر این باشه، یعنی این میشه 3.5 ایکس. درگیر عددا نشو، مفهومو دریاب. مقاومت زیاده جریانش کم، مقاومت کمه جریانش زیاد. مقاومت این 3.5 برابر اینه، پس جریان این باید 3.5 برابر این باشه. تمام. خب یه x اینجا دارم، یه 3.5 x اینجا دارم، جمعش میشه 4.5 x. 4.5 x شده 4.5 آمپر، پس x ما میشه 1، یعنی جریان این میشه 1، جریان این میشه 3.5. سوال چی از ما میخواد؟ جریان سیم آ رو میخواد، میشه 3.5 و میشه گزینه 2. تمام. خیلی باحال بود، خیلی کیف داد. بریم سراغ سوال 54، یه سوال خلاقانه جالب. میگه آقا چند تا مقاومت 40 اوهمی رو وصل کنیم تا از یه منبع برق 120 ولتی جریان 15 آمپری بگیره؟ قانون اوهم دیگه، منتها یکم همچین پیش رفته تر. آر میشه وی آیوم. بچه ها ولتاژ رو به ما داده 120، جریان رو به ما داده 15. به 3 ساده میکنم، 40 به 3 ساده میکنم، 5 جواب میشه 8. پس اگه با این ولتاژ بخوام یه همچین جریانی داشته باشم، آره کل من باید 8 اوم باشه. چه مقاومتی دارم؟ مقاومت 40 اومی. چند تا مقاومت 40 اومی رو میخوام به هم وصل کنم تا با این مقاومت های 40 اومی بتونم یه مقاومت 8 اومی بسازم. بچه ها اگه این 40 اومی ها رو سری به هم ببندیم که خوب نیست. سری ببندیم مقاومت معادلمون زیاد میشه، 40 زیاد میشه، میشه 80، 120، 160، خیلی زیاد میشه. ما میخواییم با این 40 اوهمی ها 8 اوهمی بسازیم، میخواییم مقاومت معادلمون کم بشه. پس چجوری باید به هم وصلشون کنیم؟ بگو. باید موازی به هم وصلشون کنیم. خیلی خوب، پس این 40 اوهمی ها رو باید با یه 40 اوهمی دیگه موازی کنم. خب 40 و 40 میشه چی بچه ها؟ میشه 20.
ما میخوایم 8 بشه. خب چند تا از این 40 تایی ها رو باید به صورت موازی به هم ببندیم تا مقاومت معادلمون بشه 8 و 5 تا از اینا داشته باشیم. اگه ما 5 تا مقاومت 40 اوهمی داشته باشیم مقاومت معادل اینا میشه 8. چرا؟ یکی تقسیم بر تعداد 40 تقسیم بر 5 میشه 8. پس چند تا مقاومت لازم داریم؟ 5 تا مقاومت لازم داریم. حله؟ کیف کردیم؟ بزن بریم سراغ سوال 55. او خارج کشور 98. عددهای مسئله رو نگاه کن. این اولین باریه که تو سوالای کنکور ما عددهای این تیپی رو تو مدار میبینیم. دقت کنید عددهای زشت توی مدارها خطرناک هم هستا. حواستون جمع کنید. میگه یه باتری آرمانی داریم. باتری آرمانی یعنی چی؟ یعنی آر کوچولو نداره. آر کوچولو صفر. خب نیرو محرکه رو داده 20. قبول. آر یک رو داده 100 کیلو اوم، یعنی 10 به توان 5 اوم. مطالعه همچین عددی برای آر نداشت. آر دو رو داده 2 مگا اوم، مگا گیگا ترا، مگا میشه 10 به توان چند؟ 6. پس این میشه 2 در 10 به توان 6 یا ابدا. چی میگه؟ میگه جریانی که از باتری میگذرد چند میلی آمپر. این سوالش گلابیه ها. از نظر مدار بخوای به داستان نگاه کنی سوال گلابیه. مطمئن اومده عددا رو زشت داده اذیت کنی. چی آخه؟ بزن بریم. مواد معادل میخوام. آره کل میخوام. خب. آره کل میخوام. رابطه خاصی با هم ندارن. ضرب جمع. ضرب جمع. حتی یه جور دیگه هم میتونی داستان رو بررسی کنی ها که رابطه خاص پیدا کنن. ببین این 2 در 10 به توان 6 رو میتونی بنویسی 20 در 10 به توان 5. 20 در 10 به توان 5. یکم خلاقیت به خرج بدی اینطوری میشه. این میشه 10 به توان 5. این میشه 20 تا 10 به توان 5. این چند برابر اینه؟ 20 برابر. خب بزرگه رو مینویسیم 20 در 10 به توان 5. به روی چی؟ 20 به اضافه 1 میشه 21. حالا اگه این به ذهنت رسید دم شما گرد. اگه به ذهنت هم نرسید گفتم آقا میگه رابطه خاصی با هم ندارن. ضربشون به جمعشون. یعنی هر جا کم آوردی میگه چی؟ ضربشون به جمعشون. تمام. خلاصه کلام آره کل رو پیدا کردیم. چیو میخوام؟ جریان. جریان میشه نیرو محرکه تقسیم بر آر. قبوله؟ قبوله. آر کوچولو هم که ندارم. آر کوچولو من صفره. خب جریان من میشه نیرو محرکه، یعنی 20 20 به روی این عدد زشته 20 در 10 به توان 5. 20 در 10 به توان 5 تقسیم بر 21. خب خیلی شیک اینو با این میزنم، این میاد بالا، پس میشه 21 در 10 به توان منفی 5. طراح چی میخواد؟ میلی آمپر میخواد. پس اینو ضرب در 10 به توان 3 میکنیم. ضرب در 10 به توان 3 میکنیم، 10 به توان منفی 2 میمونه، تو این ضرب کنیم میشه 21 صدم میلی آمپر. رو میشه گزینه یه. یه سوال ساده که با عددهای زشت خیلی زشت شده بود. اوکی؟ بزن بریم. بریم سراغ سوال 56. بدو 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 56. اینم حال میده. گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن. میگه چی؟ میگه در مدار شکل روبرو جریانی که از مقاومت 6 اوهمی میگذرد چند آمپر است؟ سخته. بلد نیستم. شما بلدین؟ منم بلد نیستم. خب بزن بریم سادهش کنیم. آ به سه بذاریم. اینو میذارم آ. اینو آ و اینو آ. اینجا بی دارم و بی دارم و بی دارم، اینجا هم که سی دارم، اینجا هم که دی دارم. حالا ببین برای که نقطات خیلی زیاد نشه، خب ببین این 4 و 2 تابلو سرین، میتونی دی بذاری یا آ ب س د ای اف بذار برو جلو، اما خیلی نقطات زیاد میشه. آقا این 4 و 2 که تابلو با هم سرین، میتونی چیکار کنی؟ میتونی اینو 6 بذاری، اینجا دیگه دی نخواهی بذاری. به نظر من خوب شد. خب آبی دو طرف، بقیه رو میریزم وسط. سریع بریم عدد گذاری کنیم. این 12 بین آبیه، 12 رو میذارم بین آبی. 3 بین بی و سیه، 3 رو میذارم بین بی و سی. دیگه چی دارم؟ یه 6 دارم بین آسی، 6 بین آسی. یه 6 دیگه هم بین آسی. اینا رو خط بزن دوبار حساب نکنیم. یه 6 دیگه هم بین آسی. فکر کنم تموم شد. 1 2 3 4 منم 4 تا مقاومت دارم. خب حالا این آبیه میاد وصل میشه به باتری. آها یه نکته خیلی مهم اینجا بگم، یه نکته خیلی مهم. ببین الان باتری تو نگاه کن، مثبتش به آ وصل میشه، منفیش به ب. چون آ رو اینجا گذاشتی، الان مثبت به آ، منفی به ب. اینو رعایت کن. شاید تو حل این مسئله خیلی حالا تغییری ایجاد نکنه، ولی کلا مهمه. یعنی همش الکی باتریو نکشین.
دقت کنید مثبت به کجا وصله، منفی به کجا. نیرو محرکه رو که دارم، آر کوچولو هم دارم، تمومه. چی میخوام؟ جریان. اینجا به بعدش خوراک ماه. 6 و 6 میشه 3، 3 و 3 میشه 6، 12 دو برابر 6، 12 سوم 4، پس آر کل میشه 4. جریان کل رو پیدا کنیم. جریان کل، خب نیرو محرکمون چند بود؟ 24. این میشه 4 با 2 جمع میشه، میشه 6. 24 6م میشه 4. بچه‌ها این 4 آمپر چیه؟ جریان شاخه اصلیه. یعنی از باتری ما 4 آمپر جریان میاد، میاد 4 آمپر میرسه اینجا. او چه باحال. خب این دوتا با همدیگه شده بودن 6. ببین 6 و 6 3، 3 و 3 میشه 6. 4 آمپر رو میخوام بین شاخه بالا و شاخه پایین چیکار کنم؟ تقسیم کنم. اینی که مقاومتش بیشتره بهش میدم x. اینجا موقعتمون کم میشه، میذارم 2x. ببین این بالا کلن 6 بود، این پایین 12. شاخه 12 رو گرفتم x. اینجا که موقعتمون کم تره، جریان ما بیشتره، میذارم 2x. خب این x و 2x با هم میشه 3x. 3x شده 4. اگر من 3x رو مساویه با 4 بذارم، x من پیدا میشه 4 سوم. یعنی جریان من شد 4 سوم. خب این 2x رو میخوام، بعد 4 سوم رو ضرب در 2 کنم، این میشه 8 سوم. خب حالا 8 سوم میاد بین این دو نفر تقسیم میشه، نصفش به این میرسه، نصفش به این میرسه، پس به این 4 سوم میرسه، به این 4 سوم. موقعیت 6 اوهمی رو میخواد، میشه 4 سوم و جواب میشه گزینه دو. اگه میبینی دارم تند میگم، مخصوصا دارم این کارو میکنم، میخوام طرز تفکر شما، سرعت شما افزایش پیدا کنه، بهتر بشه، بهبود پیدا کنه. حواستو جمع کن بابا جون، این سوالا رو باید سریع حل کنی که وقت اضافه بیاریم، سوالایی مثل گرما، حرکت شناسی، دینامیک، سوالای طولانی رو بتونیم راحت‌تر پیش ببریم. ما این همه تکنیک یاد گرفتیم که زمان بخریم. سعی کن مثل من سریع محاسباتتو انجام بدی، سریع. بعد اگه متوجه نمیشی فیلم دوباره ببین، دو بار، سه بار، همینطوری مثل فیلم سینمایی نگاه نکنید، از اول تا آخرشو برید جلو. هی بزنید عقب، انقدر نگاه کنید تا کامل تک تک دیالوگا رو به خاطر بسپارید. اوکی؟ بزن بریم بابا جون. بریم سراغ سوال 57، خارج کشور سال 90. میگه در مدار روبرو شدت جریان آ1 چند آمپر است؟ آقا این دوتا با هم موازیان، جواب این با این چی میشه؟ متوالی. قبوله؟ بیا ساده کنیم. 24 برابر 5 میشه 25 ام 4. 4 رو با 16 جمع میکنم میشه 20. پس من آره کلمو به دست آوردم 20. بزن بریم سراغ جریان. نیرو محرکه 40 و آره کل 20 و جریان ما میشه 2 آمپر. این کدوم جریانه؟ جریان شاخه اصلیه، جریانی که داره از باتری میاد بیرون. این جریانه میاد اینجا، میخواد 2 تا شاخه بشه، 2 تا تیکه بشه. خب پس این 2 آمپر رو باید 2 تیکه کنیم. اینی که مقاومتش بیشتره میذارم x، اینی که مقاومتش کمتره میذارم 4x. این 20 این 5 دیگه، چون موقعیت ما 1/4 شده، پس جریان ما باید 4 برابر. خب یه x دارم و یه 4x دارم، جمع اینا میشه چی؟ 5x. پس این 2 آمپره میشه 5x، 2 آمپره میشه 5x. xمون به دست میاد 4/10. چی از ما میخواد؟ جریان i1. جریان آ1 4x بود، xمون 4/10، 4 تا 4/10 میشه 1/6 میشه گزینه 2. ببین طراح بی معرفت 4/10 هم تو گزینه ها گذاشته. خیلی از بچه ها به محض اینکه x رو به دست میارن یه چیزی، سری میرن اون عدد رو تو گزینه ها میزنن. حواستو جمع کن، سوتی ندی. بریم سراغ سوال 58. به به، اینو خیلی دوست دارم، خیلی خوشمزه است، خیلی باحال حل میشه. نگاه کن. میگه در مدار روبرو اگر جریانی که از مقاومت 4 اوهمی میگذرد برابر 2 آمپر باشد، جریانی که از مولد میگذرد چند آمپر است؟ خیلی کیف میده. قشنگ دقت کن آقا، این 5 و 15 با هم میشن چند؟ 20. متوالی 24 برابر 5 میشه 20، 5 میشه 4. پس اینو ورداریم یه 4 بذاریم. میخوام اول اینکه مدارمو خوشگل کنم، ساده کنم. در ضمن پتانسیل نقاط هم نمیزنم، آبسه نمیزنم، چشمی تابلوه. پ
پس آقا تو این مدارا اولین گاممون ساده کردن بود. اگه دیدیم خیلی زشته آبسه میزنیم، اما اینه که چشمی تشخیص میدیم، چشمی میریم ساده میکنیم. خب بچه‌ها این 10 و 20 با هم متوالی ان، 10 و 20 با هم میشن 30، 30 دو برابر 15 میشه 30، سوم میشه 10. پس اینا با هم دیگه میشن چند؟ 10. اینا با هم دیگه میشن 10. خب الان بالا چی میبینی؟ بالا چی میبینی؟ یه 4 داریم، یه 4 داریم میشه 8، یه 12 داریم میشه 20، یه 10 داریم میشه 30. پس کل شاخه بالا مقاومتش 30 اوهمه. چه جریانی وارد اون شده؟ 2 آمپر. شاخه پایینی 15 اوهمه. چون مقاومتش نصف اینه، پس جریانش باید 2 برابر این باشه. یعنی جریان این میشه 4 آمپر. ببین شاخه بالا مقاومتش 30، جریان کلش میشه 2 آمپر. اینی که مقاومتش 15، مقاومتش کم میشه، جریان اون باید زیاد بشه، یعنی 2 آمپر میشه 4 آمپر. خب بچه ها 2 آمپر بالا و 4 آمپر پایین جمع کنیم میشه 6 آمپر. پس جریان شاخه اصلی، یعنی جریانی که از باتری میاد بیرون، میشه 6 آمپر و جواب اون میشه گزینه 4. ببین از اینجا به بعدش عشق میکنیم، باورتون نمیشه. سوالای به شدت سخت کنکور، به شدت دشوار کنکور رو مثل آب خوردن حل میکنیم. دل بده به من. ببین از اینجا به بعدش برام عشقی میشه دیگه، میخوام با دل و جون سوال حل کنم. تو رو خدا شما هم با دل و جون گوش کنید، خیلی کیف میده. هم قشنگه، هم هیجان انگیزه، هم خلاقانه است، هم مهمه، هم خیلی خیلی تو کنکور زیاد میاد و رقبای ما خیلی توش مشکل دارن. آماده این؟ بزن بریم کیف کنیم. آقا سوال 59 چی میگه؟ میگه در شکل روبرو که قسمتی از یه مدار است. ببین مدارا دارن پیچیده میشن، رقبای شما این مدار رو میبینن، عطاشو به لقاش میبخشن و میرن سراغ سوال بعد، ولی شما سه سود میتونید اینو حل کنید. سه سود. میگه مدار داریم، از مقاومت 20 اوهمی جریان نیم آمپری عبور میکنه، از مقاومت 2 اوهمی چه جریانی عبور میکنه؟ اول میخوام سادهش کنم. بیا اینجا اینو میذارم آ، اینو میذارم ب، اینو میذارم س، دی، ای، اینم میشه ای، اینم میشه ای. آ و ب دو طرف، بقیه رو بریز وسط. پس یه آ دارم، یه بی دارم، سی و دی و ای رو باید بریزم وسط. خب سی نزدیک آه، بهتره بذارم اینجا. ای نزدیک بیه، بهتره بذارم اینجا. دی وسط سی و ایه، دیو بهتره بذارم اینجا. حالا چه اتفاقی میفته؟ میام مدارم رو ساده میکنم. دو بین آ و سی، شیش بین سی و دی، دیگه ده بین سی و ای، سی و ای، اینه، این میشه ده. خب دیگه چی داریم؟ دیگه چی داریم؟ پنج بین دی و ای، این میشه پنج. دیگه چی داریم؟ یه خط بزن که دوبار نکشی یا چیزی رو جا نندازی. 20 میشه بین دی و ای، 20 میشه بین دی و ای. چی مونده؟ یه 10 اینجا مونده. ببین این 10 بین ای و ایه، نمیشه از ای به خودش وصل کنیم. اگه یه مقاومت دو طرفش یه اس پیدا کرد، گفتیم اتصال کوتاه میشه، از مدار حذف میشه. یه 3 دارم بین بی و ای، یه 3 دارم بین بی و ای. خب سوال چی به ما گفته بابا جون؟ گفت از مقاومت 20 اوهمی داره جریان نیم آمپری عبور میکنه. 20 اوهمی اینه، داره جریان نیم آمپری ازش عبور میکنه. میگه از مقاومت 2 اوهمی چه جریانی عبور میکنه؟ بزن بریم روش ایکسه. آه این مقاومت 1/4 اینه، پس جریانش باید 4 برابر باشه. 4 تا نیم تا میشه 2، این میشه 2. 2 از اینجا میاد، نیم از اینجا میاد، جمع میشه میشه 2 نیم. تمام. حالا بیا این شاخه بالا رو معادلش رو با هم حساب کنیم. 20 4 برابر 5 میشه 20 پنجم میشه 4. 4 و 6 میشه 10. تمام. پس این شاخه بالا مقاومتش 10، جریانش شده 2 نیم. این مقاومت پایینی هم که باز مقاومتش 10. خب اگه بالا 10 و پایین 10، جریان این 2 نیم باشه، جریان اینم 2 نیمه. یه 2 نیم از بالا میاد، یه 2 نیم از پایین میاد، این دوتا رو با هم جمع میکنیم میشه 5 آمپر. تموم شد و رفت. جواب میشه گزینه چند؟ جواب میشه گزینه 4. همینو
بعضی از بچه‌ها اینجا یه سوتی بزرگ میدن. ببین دانش آموز چیکار میکنه. دانش آموز میاد حرکت میزنه. چه حرکتی؟ گوش کن. دانش آموز سر کلاس الان چی میگه؟ یا از مقاومت 20 اوهمی جریان نیم آمپری رد میشه. سوال مقاومت چی رو میخواد؟ مقاومت 2 اوهمی رو میخواد. بعد بچه‌ها تو ذهنشون میگن خیلی خوب، آقا این 2 این 20 مقاومتمون 1/10 شده، پس جریانمون باید 10 برابر بشه. میگن این 5 میشه. بعد خیلی هم ذوق میکنن که از من سریعتر سوال حل کردن. ببین اتفاقیه ها، دلام از سب، تو این مقاومت اینجا رو نمیتونی با مقاومت اینجا در نظر بگیری. نمیتونی بگی این 20 نیم باشه، خب این 2 میشه 5. آقا تست رو زدیم رفت جوابم درست در میاد. نه غلطه. یه سری از این دلغک‌ها میان تو تلویزیون، ممکنه اینم بکنن تو پاچه‌تون، ولی حواستون باشه این غلطه. نمیشه یهو اینو با این گرفت. چرا نمیشه یهو اینو با این گرفت؟ چرا نمیشه این کارو کرد؟ آقا وقتی ما میتونیم از این روش X بریم که مقاومت با هم موازی باشن، اختلاف پتانسیل دو سرشون برابر باشن، من میگم R مساوی با V آیوم، چون این دوتا ولتاژ برابر دارن، موازیان، اختلاف پتانسیل دو سرشون با هم برابره، حالا میتونم مقاومت و جریان رو با هم تناسب بنویسم. اونی که مقاومتش کمتره جریانش بیشتره. اما نمیتونی یه مقاومت اینجا رو با یه مقاومت اونجا تناسب بنویسی. اینجا اتفاقی داره در میاد. اوکی؟ دعوتتون گرم. بریم سراغ سوال 60. به به. این چی میگه خارج کشور 91؟ میگه در مدار روبرو مقاومت R1 چند اوم باشد تا آمپر سنج ایدئال 2 آمپر را نشان دهد. آقا اینو به ما داده 2، میگه R1 رو پیدا کن. خب بیا اول مقاومت معادل حساب کنیم. ببین اینجا یه مقاومت دارم 60، اینجا یه مقاومت دارم 40، یکی 60 یکی 40، جزشون هم هم موازی هست، مضرب نیستن، با هم برابر نیستن، ضرب به جمع. پس اگه R5 و 6 رو بخوام میشه 40 ضرب در 60، 40 به اضافه 60 که میشه 100، اینا با هم میره، این میشه 24. این تیکه خیلی شیک پیدا شد، 24، یه 24 دارم. خب میخوام مقاومت معادل بگیرم. این 24 رو دارم، اینو دارم، اینم دارم، یکم سخت شد، یکم برام پیچیده شد. اگه میتونی چشمی برو، نمیتونی سری آبسه بذار. بزن بریم آبسه بذاریم. خب این طرف باتریو میذارم آ، انقدر آ آ آ آ آ میذارم تا به مانع برخورد کنم. آمپرسنج مانع نیست چون مقاومتش صفره، پس از آمپرسنج رد میشیم. یعنی این نقطه آ باشه، اینجام آ میشه، اینجام آ میشه، اینجام آ میشه. بریم بالا، اینو میذارم B، اینو میذارم C، اینو میذارم D. خب اینجا میشه D، اینجا میشه آ، تمام. آ و B دو طرف، بقیه رو بریز وسط. یه آ بنویسم اینجا، یه B بنویسم بقیه وسط. خیلی خب، C نزدیک آه، میذارم اینجا، دی نزدیک بیه، دیو میذارم اینجا. بریم آقا آر یک به کجا وصله؟ یه طرف به بی، یه طرف به دی. خب پس آر یک اینجا میشه، یه خط بکش. آر دو که 8 باشه بین آ و سیه، پس یه 8 اینجا میخوام. آر 4 بین سی و آ، سی و آ، یه دونه 24 میخوام. دیگه چی دارم؟ یه 2 دارم بین سی و دی، یه 2 دارم بین سی و دی. خب یه دونم 24 دارم بین آ و دی، یه دونم 24 دارم بین آ و دی، تمام. خب بریم، 24 سه برابر 8. بچه ها قشنگ گوش کنید، 24 سه برابر 8 میشه 24 چارم، این میشه 6، 6 و 2 میشه چند؟ 8. دوباره 24 سه برابر 8، 24 چهارم میشه 6. پس کل اینو محاسبه کردم شد 6. حالا 6 به اضافه R1 میشه مقاومت کل ما. آمپرسنج تو شاخه اصلی وضع شده، پس داره جریان اصلی نشون میده. من میگم جریان میشه نیرو محرکه به روی R کل به اضافه R کوچولو. قبوله؟ خب بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. جریان شاخه اصلی رو دارم 2، پس اینو میذارم 2، نیرو محرکه رو دارم 20، آر کوچولو رو دارم 1، آر کل میمونه. آر کل اینه دیگه، کل اینجا شد 6. یه آر 1 هم داریم، پس میشه 6 به اضافه آر 1. خب این باید 10 بشه، پس آر 1 میشه 3 اوم، پس آر 1 ما میشه 3 اوم و جواب ما میشه گزینه چند؟ 1. حالا بابا جون بریم سراغ سوال 61. یه سوال تالیفی خوشگل. میگه در مدار شکل زیر جریان گذرنده از مقاومت‌های R2 و R3 به ترتیب چند آمپر است؟ ببین توی تمام این سوالی که داریم حل می‌کنیم جریان رو از ما می‌خواد. ذهن منظم باشه. اول چی کار کردیم؟ به هم بستن مقاومت‌ها سری موازی.
بعد اومدیم ترکیبش کردیم با کلید، آ کلید باز میشه بسته میشه، مواد معادل چند برابر میشه. حالا داریم میریم سراغ جریان. یه مدار به ما میدن، جریان فلانی رو میگن به دست بیار، جریان رو میدن، مقاومت رو میخوان. معمولا این سوالا رو با روش پتانسیل نقاط ساده میکنیم و به کمک روش ایکس حلشون میکنیم. داریم چه حساب میکنیم؟ جریان. خیلی خوب، یه مدار این شکلی به ما داده، میگه جریان عبوری از مقاومت های آر دو و آر سه رو پیدا کن. بیا اینجا بابا جون، اینو میذاریم آ آ آ، اینجا میشه آ، اینجا میشه آ. چرا سری آ به سه گذاشتم؟ چون سیم اضافه دارم. من سیم اضافه دیدم مکس نمی کنم. این طرف رو میذارم چی؟ بی، اینجا میشه بی، اینجا میاد اینجا بی بی، تمام. یه آ دارم و یه بی دارم. خب سه بین آبیه، شیش بین آبیه، این دو هم بین آبیه، پس همه بین آبی هن. یعنی یه دونه سه و یه دونه شیش و یه دونه دو، همه اینا بین آبیه. آبی میاد وصل میشه به باتری، آ به مثبت، بی به منفی، پس آ به مثبت، بی به منفی. باتریمون هم داریم، نیرو محرکه 12 آر کوچولو 1. خیلی خوب، عالی بود. چی از من میخواد؟ جریان. سری مینویسم آی برابر است نیرو محرکه 12. مواد معادل بگیریم، 2 3 6 عددهای خودمونه 1، تمام. آر کوچولو 1، 12 2 6. خیلی کیف میده. این جریان 6 چیه؟ جریانی که از باتری داره میاد بیرون، 6 6 6 6 6 میاد اینجا، بین این 3 نفر تقسیم شد. بزرگه رو میذارم x، نصف اینه میشه 2x، یک سوم اینه میشه 3x. هرچی مواد کم بشه جریان بیشتر میشه. x 2x 3x میشه 6x، 6x میشه 6، پس x میشه 1 1 2 3 آمپر. باید با همین سرعت بتونی سوالتو پیش ببری، سوالتو حل کنی. خیلی خب، جریان ها پیدا شد. چی از من میخواد؟ جریان عبوری از موادهای R2 و R3. R2 این بود، شیشه بودش، R3 دو اهمی بود، این بودش. خب جریان همون میشه 1 3 گزینه 2، تمام. سال بعدی، سال 62. بیا بیا بیا، وای هیچی نمیگم، فقط حلش میکنم. آقا بیا اول سادش کنی، گفته جریان آی پریم رو پیدا کن. بنویس خیلی 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 مهم، این میاد. بنویس زیباترین سوال دنیا، خیلی قشنگه. اینجا رو میذارم آ، این میشه آ، این آ، این آ، این آ، اینقدر آ آ آ آ آ میذارم تا به مانه برخورد کنم. اینجا بی 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 بی، اینم میشه بی، تمام. یه آ می نویسم، یه بی می نویسم. خب 60 آبی، 30 آبی، 20 آبی، پس هر سه مقاومت بین آبی هن. یه 60 دارم، یه 30 دارم، یه 20 دارم. شبیه سال قبلیه ها، ولی خب یه تفاوت خیلی زیبا داره. بی میاد به مثبت وصل میشه، آ به منفی. بی به مثبت وصل میشه، آ به منفی. خب نیرو محرکه آر کوچولو دارم، معادل میگیرم سری، 60 30 20، عددهای خودمونه میشه 10. خب میگم جریان برابر است با نیرو محرکه 36، موات معادل 10، آر کوچولو 2، این میشه 3 آمپر. 3 آمپر از باتری میاد بیرون، میرسه اینجا. روش ایکس میزنم، این بزرگه رو میذارم ایکس، نصفشه 2x، یک سومشه 3x، جمعش میشه 6x، 6x میشه 3، x میشه نیم. جریانای ما نیم، یک، یک و نیم. حرفه‌ای، سری، پرقدرت. حالا قسمت هیجان انگیزش، دوست دارم، دوست دارم. آقا آی پریم اینه، آی پریم اینه. طراح محترم، طراح باهوش، باسواد، باحال نگفته جریان مقاومت 20 و 30 و 60 رو پیدا کن، گفته جریان آی پریم رو پیدا کن. جریان مقاومت ها رو نمیخواست، جریان آی پریم رو میخواد. سال 92 اولین باری بود که این ایده مطرح میشد. بعد از اون دیگه یاد گرفتن، هی تو کنکور استفاده کردن. یه سیم خالی به ما میدن، میگن جریان عبوری از این سیم خالیه رو پیدا کن.
جریان سینه خالی رو چجوری پیدا کنم؟ گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن بابا جون بیا اینجا، بیا اینجا. از مقاومت سی چه جریانی رد میشه؟ یا آمپر. از کجا به کجا؟ از بی به آ. پس مقاومت سی رو پیدا کن، یا آمپر ازش عبور میکنه از بی به آ. مقاومت 20 رو نگاه کن، چه جریانی ازش عبور میکنه؟ 1.5 آمپر. از کجا به کجا؟ از بی به آ. پس مقاومت 20 1.5 آمپر عبور میکنه از بی به آ. وای. یکی از این ور میاد، 1.5 تا از این ور میاد، چقدر وارد این میشه؟ 2.5 تا وارد این میشه. 2.5 میشه گزینه چند؟ میشه گزینه 3. یاد بگیر این سبکو، پتانسیل نقاط بزن، سادش کن، روش ایکس برو، جریانا رو پیدا کن، بعد یه گره رو انتخاب کن، ورودیا باید با خروجیا برابر باشن. مشهور مسئله پیدا. یکی دیگه ببین، سوال 63 میگه در مدار روبرو جریان آی پریم رو پیدا کن. ببین خارج کشور 98 سیم خالی داده، میگه جریانش رو پیدا کن. بعد با همون سبک بریم جلو. اول آبسه میخوام بذارم، خب اینو میذارم آ. این میشه چی آقا اینجا؟ این میشه بی بی بی، اینم بیه اینم بیه. ببین به مانع برخورد نمیکنم، یعنی همه این میشه بی. اینجا رو میذارم سی، اینجا رو میذارم بی. آبی دو طرف، بقیه رو بذار وسط. در ضمن دقت میکنم سی نزدیک آه، از این ور این بیا، این دیه نزدیک بیه. مشکلی نداریم؟ اوکی؟ خب سه بین آوسی، سه بین آوسی یه خط بکش، ده بین بی و سی، ده بین بی و سی. یه سه دارم بین بی و دی، یه سه دارم بین بی و دی، هشت بین سی و دی، هشت بین سی و دی، شیش بین دی و بی، شیش بین دی و بی. تمام، مدارم خوشگل. آی پریم کجاست؟ فعلا باش کاری نه. میخوام جریان رو پیدا کنم. جریان میشه نیرو محرکه برو جمع مقاومت ها، نیرو محرکه سی. خب معادل بگیریم، شیش و سه دو، دو هشت ده، ده و ده پنج، پنج و سه هشت. حرفه ای سری. یه آرکوچولو دارم دو، این میشه سه. جریان شاخه اصلی ما شد سه آمپر، جریان شاخه اصلی ما شد سه آمپر. خب آقا همه این مقاومت ها به باتری وصل میشدن دیگه، مثبت باید به آ وصل شه، منفی باید به بی وصل شه. پس باتری من اینطوریه، این باتری ما اینجا بکشم، بذار با آبی هم بکشم که قشنگ تر باشه. خب میام اینجا، میام اینجا، میام اینجا، 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 اینجا. آقا آ قرار شد به مثبت وصل بشه، بی به منفی. ببین آ به مثبت، بی به منفی. این جریان 3 آمپر جریانی که از باتری میاد بیرون، توی 3 آمپر میاد بیرون. خب چه جریانی وارد اینجا میشه؟ 3 آمپر. تمام. این شده بود 10، کل این شده بود 10. خب بالا 10 و پایین 10، پس سه به طور مساوی تقسیم میشه، میشه 1.5. 1.5، 1.5 میاد میخواد بین این دو نفر تقسیم میشه، میشه 1.5. من دیگه حرفه‌ای شدم دیگه، ایکس و میکس و دو ایکس و اینا نمیذارم، ذهنی میگم دیگه. آقا نمیتونی ایکس بذار، اما اگه دانش آموز منی، حرفه‌ای هستی، ذهنی بگو آقا این 1.5 داره میاد، 1.5 بین این دو نفر میخوای تقسیم کنی، بعد به این کمتر بدی، بعد به این بیشتر بدی دیگه، نسبت 1:2. نیم تا اینجا میره، یکی اینجا. تمام. خب 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 من جریان آی پریمو میخوام. این گره رو در نظر بگیریم، مقاومت 6 رو نگاه کن، مقاومت 6، مقاومت 6، مقاومت 6، مقاومت 6 اینه. نیم آمپر داره از مقاومت 6 عبور میکنه، از کجا به کجا؟ از دی به بی. پس نیم آمپر باید عبور کنه از دی به سمت بی. جریان شاخه اصلیمون 3 آمپر بود، این 3 آمپره. خب این گره رو نگاه کن، نیم تا از اینجا میاد، یه چیزی هم از اینجا میاد آی پریم، این آی پریم با این نیمه شده 3، پس آی پریم بوده 2.5 و جواب ما میشه گزینه 3. خیلی قشنگه، این میاد. حواستو جمع کن، تست مال کجاست؟ خارج کشور 98. سوال بعدی رو نگاه کن، سوال 64. سوال 64
سراسری 98 داخل 98. ببین بازم یه سیم خالی به ما داده، سیم MN میگه جریان عبوری از اینو پیدا کن. مود شده طراح، خوشش اومده، گیر داده به این ایده. ده یادش بگی لام از سب. این از اون تستایی که بقیه نمیزنن، بزنی جلو میفتی بابا جون. میگه در مدار زیر جریان گذرنده از MN رو پیدا کن. این دیگه ساده است، نمیخوام سادهش کنم، نمیخوام آبسه بذارم، میخوام یه حلش کنم. دو سر این مقاومت با یه سیم به هم وصل میشن، این اتصال کوتاه میشه، حذف میشه، مواد معادل میگیرم. 12 و 6 موازی هن، جوابش با این 4 موازیه. 12 دو برابر 6 میشه 12، 3 میشه 4، 4 و 4 با هم میشه 2. یعنی آره کل من شد 2. دیگه وقتی ساده است الکی آبسه نمیذارم، یه حلش میکنم. جریان میشه نیرو محرکه به رو آره به اضافه آر. نیرو محرکه 6، آره بزرگ 2، آر کوچولو 2، جریان ما میشه 1.5. این کدوم جریانه؟ جریان شاخه اصلیه، جریانی که داره از باتری میاد بیرون. اینه، اینه، اینه. بالا چند بود؟ 4. پایین چنده؟ 4. پس اگه بالا 4 و پایین 4، این جریان ما باید مساوی تقسیم شه. جریان ما مگه 1.5 نبود؟ پس 0.75 میره بالا، 0.75 میاد پایین. خب این 0.75 میاد اینجا بین این دو نفر میخواد تقسیم شه. خب چقدر بالا میره چقدر پایین؟ 0.75 میاد اینجا، نیم تاش میره اینجا. این که مقاومتش کمه جریانش بیشتر میشه، اون که مقاومتش بیشتره جریانش کمتر. میتونی ذهنی برو، نمیتونی خیلی خوب بیا از روش ایکس استفاده کن، از روش ایکس استفاده کن. آقا این بیشتره رو میذاریم ایکس، این کمتر میشه، چون مقاومتمون نصف میشه جریانمون باید دو برابر بشه، میشه 2x. ایکس و 2x میشه 3x، 3x میشه 0.75، 3x میشه 0.75. پس ایکس ما میشه 0.25. پس این شد 0.25، این شد نیم. تمام این نیمه، چرا نمی‌نویسی؟ بنویس بابا نیم. خب این 0.75 اومد نیم تا رفت اینجا، 0.25 اینجا. میگه از سیم NM چه جریانی عبور میکنه؟ جواب چی میشه؟ 0.25. جواب کدوم گزینه است؟ گزینه 1. تمام، خیلی کیف داد. بچه سوال بعدی رو نگاه کنید، سوال 65. بیا به به سوال تالیفی شیک. میگه در میگه در مدار زیر آی پریم 8، اینو داده 8. سوال خودم میگه نیرو محرکه رو پیدا کن. خب مدار شلوغ پلو، سیم خالی داریم، همیشه به ما نیرو محرکه رو میدادن، جریان میخواستن، من اومدم پیچوندمش. جریان اون سیم خالیه رو دادم، میگم اگه راست میگی حالا برو نیرو محرکه رو پیدا کن. آماده ای؟ بزن بریم. اول میخوام مدارم رو ساده کنم، اینو میذارم آ، این میشه آ، اینجا هم باز آ میشه و آ میشه و آ میشه، اینجا هم حتما بی میشه، اینجا هم که سی میشه. آ و بی دو طرف، بقیه رو بریز وسط. آقا این آر پنج که شده شیشون، آ و آه، اتصال کوتاه میشه، حذف میشه. یه سه اهمی داریم آ و بی، یه سه اهمی داریم آ و بی اینجاست. یه سه اهمی داریم بی و سی، یه سه اهمی داریم بی و سی، یه چار داریم آو سی، یه چهار بین آو سی، یه دوازده داریم آو سی، یه دوازده داریم آو سی. تمام، بشباریم، جان انداخته باشیم. این که هست شد 1 2 3 4، 4 تا مواد. حالا باتری مثبتش به آ، منفیش به بی، مثبتش به آ، منفیش به بی، اینم باتری. خب چی از من میخواد؟ جریان آی پریمو میخواد. خب آقا من نیرو محرکه رو ندارم، نمیتونم مثل سوالای قبل عمل کنم. اگه مثل سوالای قبل بود خب نیرو محرکه رو داشتیم، میرفتیم جریان شاخه اصلی رو پیدا میکردیم، جریان شاخه اصلی رو بین اینا تقسیم میکردیم، ولی الان دیگه به دردم نمیخوره. چیکار کنم چیکار نکنم؟ گوش کن. من جریان این 12 رو میذارم ایکس، جریان عبوری از این مواد 12 رو میذارم ایکس. گفتم بعد از اینکه مدار رو ساده کردی باید بری سراغ روش ایکس. اصلا وقتی سر و کله جریان تو مسئله پیدا میشه، ما جریان رو با روش ایکس محاسبه میکنیم. پس یه ایکس باید بذاریم.
از داخل مدار شروع کردم، از مواد بزرگه شروع کردم، جریان اینو میذارم ایکس. این مقاومت یک سوم اینه، پس جریانش باید سه برابر این باشه، پس این میشه سه ایکس. یه ایکس از اینجا میاد، یه سه ایکس از اینجا میاد، این میشه چار ایکس. خدا بده برکت تا اینجا پیدا کردیم چار. خب مقاومت بالا رو پیدا کنیم، دوازده سه برابر چاره. ببین دوازده سه برابر چاره میشه دوازده، چارم میشه سه، سه و سه با هم میشن شیش. پس این بالا مقاومتمون شیشه، این بالا مقاومتمون شیشه، جریانمون شده چاریکس. اینجا که مقاومت کمتر میشه و جریان بیشتر بشه، این میشه هشیکس. ببین یه بار دیگه، بالا کلن مقاومتش شیشه، جریان شاخه بالا چاریکسه. این شاخه پایینی که مقاومتش 3 اوهمه، مقاومتش نصف اینه، جریانش باید دو برابر این باشه، میشه 8x. خب یه 4x دارم یه 8x دارم، پس این میشه 12x. خدا بده برکت جریانا رو پیدا کردم. حالا آی پریمو به من داده چی؟ 8. بعد ببین آی پریم چیه، از کجا میاد از کجا نمیاد. قشنگ گوش کن، قشنگ گوش کن. ببین این مدار رو نگاه کن، اینطوری جریان میاد میاد میاد، اینجا تقسیم میشه، کاری باش نداریم، این آی پریمه. حالا قشنگ گوش کن، قشنگ گوش کن. این که اتصال کوتاه شده هیچی، اینو تو ذهنت پاک. اصلا میخوای من یه کاری کنم، چون گیج نشی، من این تیکه از مدارم رو پاک میکنم. ببین این تیکه مدار رو پاک کرد. چرا؟ آقا من اتصال کوتاه شده، کاری باش نداره. پس این جریان آی پریم میاد 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 میاد، بعدش وارد این میشه، میاد 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 میاد، وارد آر 4 میشه، وارد آر 4 میشه. این 3 اوهمیه، 3 اوهمی که بین آبه بود، اینه اینه. ببین این الان مقاومت آر 4، این مقاومت آر 4. آر 4 بود 3 اوم بین آ و بی، ببین آر 4 3 اوم بین آ و بی. پس این 8 آمپری میاد 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 وارد اینجا میشه. یعنی چی؟ یعنی اینو به من داده 8 آمپر، یعنی این میشه 8. وای چه باحال. از اینجا ایکس مون به دست میاد 1. اگه ایکس مون در بیاد 1، یعنی جریان شاخه اصلی 12 آمپر میشه. خدا بده برکت تمومه. حالا نیرو محرکه رو پیدا میکنیم، جریان میشه نیرو محرکه به رو آر به اضافه آر. خب جریان شاخه اصلیمون چنده بابا جون؟ 12. اینو میذارم 12. آر کوچولومون چنده؟ 1. نیرو محرکه رو میخوایم، مجهول مسئله است. حالا بعد آر کل مدار رو حساب کنیم، میایم اینجا آر کل مدار. این بالا شده بود 6، 6 دو برابر 3، 6 سوم 2. اصلا 6 و 3 دیگه حفظیم، میشه 2. پس اینو میذارم 2، 2 به اضافه 1 3، 3 تا 12 تا میشه 36 تا، و جواب میشه گزینه چند؟ 3. حال کردیم؟ یکی دیگه تا داغیم بزن بریم یکی دیگه. سوال 66، بازم جریان میخواد، منتها خلاقانه میشه، سخت میشه، باحال میشه. میگه در مدار روبرو n تا مقاومت موازی داریم. چند تا؟ n تا. میگه اینو تبدیل میکنیم به n به اضافه 1. یه مقاومت اضافه میکنیم. میگه جریان ما 16 15 همه برابر میشود. میگه این n رو پیدا کن. وای چه سخته. سرسری 96 چجوری حلش کنیم؟ گوش کن، نترس، الان بهت میگم. سوالی که دو حالته، شما باید دو بار حلش کنید. حالت اول من چند تا مقاومت دارم؟ n. خیلی خوب. میام جریان حالت اول رو به دست میارم. جریان حالت اول. یه نیرو محرکه دارم میذارم اینجا، یه آر کوچولو صفر که کاری باش ندارم. حالا باید مقاومت معادل رو بگیرم. n تا مقاومت دارم، نمیدونم چند تاست، 2 تا 3 تا 10 تا 20 تا. خب آر 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 آر، ببین یعنی اینجا یه عالمه مقاومت آر داریم، نمیدونیم چند تاست. n تا مقاومت موازی داریم، یکی رو تقسیم بر تعداد میکنیم، میشه آر انم به اضافه یه آر، چون همه اینا با هم موازی ان و با این سری. پس اگه مقاومت معادل رو بخوام میشه آر انوم به اضافه آر، آر انوم به اضافه آر، این میشه. خوبه؟ اوکی. حالا سوال میگه آقا این انتا رو تبدیل میکنیم به ان به اضافه 1، یعنی یه مقاومت اینجا اضافه میکنیم، این میشه ان به اضافه 1. خب اگر بخوام جریان رو پیدا کنم آی دو من چی میشه؟ نیرو محرکه که هست، اینجا ان مون رو باید به اضافه 1 کنیم، یعنی میشه آر ان به اضافه 1م به اضافه این. آره اینم سر جای خودشه، به اضافه. تمام. جریان حالت اول، جریان حالت دوم، تمام. حالا طراح به من میگه جریان من 16 15 همه برابر میشه. یعنی بابا جون، بابا جون، بابا جون، بابا جون، یعنی آی دو من 16 15 همه آی یک منه.
خب آی تو این عبارت زشته، میشه نیرو محرکه به رو آر ان به اضافه یک به اضافه آر. این چیه؟ این آی دو. این باید 16/15 برابر کی باشه؟ آی یک، یعنی این عبارت زشت. خب میشه نیرو محرکه به روی چی بچه ها بگین؟ آر انوم به اضافه آر. چه اتفاق خوشگلی میفته؟ بگو ببینم بابا جون. نیرو محرکه ها ساده میشه، یه آر فاکتور میگیریم ساده میشه همین. خب حالا اینجا یکم محاسباتشو باید دقت کنیم، این یکه دیگه، اینم یکه. یه مخرج مشترک اینجا میگیرم، این یک، این میشه n به اضافه یک. خب اینجا یه یک داریم، اینجا هم که یه دونه یک داریم، n به اضافه میشه n به اضافه دو. ببین یه لحظه نگاه کن، من اینجا یه خط بکشم قاطی نکنید. میخوام اینو ساده کنم، خیلی با حوصله، همین جاش سوتی میدینا. این که خط خورده یک، هیچ. اینم یه دونه یک داره دیگه، بین این و این، اینم یه یک داره. مخرج مشترک میگیرم، n به اضافه یک، این میشه n به اضافه یک، به اضافه یک میشه n به اضافه. خب این مساوی است 16/15. همین کارو اینجا میکنم، میشه یک. خب یه مخرج مشترک n میگیرم، میشه n به اضافه یک. تمام. حالا این n به اضافه یک رو میارم توی صورت، پس اگه اجازه بدین اینو پاکش کنم، n به اضافه یک رو بیارم توی چی؟ بیارم توی صورت. این میشه n به اضافه. این n رو بیارم توی صورت، پس اگه اجازه بدین اینو پاکش کنم، این n رو بیارم کجا؟ بیارمش توی صورت. دیگه تمومه، اینجا بعدش رو بلدی. طرف این وسطه این میکنی، یه معادله ساده میشه n به دست میاد. منتها من هیچ وقت سر جلسه کنکور اینو طرف این وسطه این نمیکنم. من هیچ وقت اینو طرف این وسطه ای نمیکنم. من شروع میکنم عدد گذاری، آقا اینا رو دونه دونه اینجا جایگذاری میکنم، n رو به دست میارم. در ضمن موقعی هم که داریم اینا رو ساده میکنیم، دقت کن، بهتره وقتی میخوایم عدد گذاری کنیم از گزینه 4 شروع کنیم. معمولا اون سوالایی که با عدد گذاری حل میشن، طراح گزینه درستش رو تو گزینه های 3 و 4 میذاره. خب الان یه 3 بندازیم این تو، 3 به اضافه 1 میشه 4، 3 به اضافه 2 میشه 5، این میشه 4 پنجم، این میشه 16/15، این میشه 3 چهارم. آقا اینو حل کنی صدق میکنه و انما میشه چند؟ 3. یعنی جواب این تست خوشگل میشه گزینه 3. بریم سراغ سوال 67. یه خط بکش، بنویس ایده عوض شد. تا الان داشتیم چی حساب میکردیم؟ جریان. از اینجا به بعد میخوایم چی حساب کنیم؟ اختلاف پتانسیل. آماده ای؟ بزن بریم. سوال 67 چی میگه؟ میگه در مدار زیر ولت سنج آرمانی اینو میگه، 6 ولت رو نشون میده. ولتاژ دو سر مولد چند ولته؟ رفتیم تو ولتاژ. آقا بیا مدارمون رو یکم ساده کنیم. یه 10 دارم، یه 20 دارم، اینا با هم سری ان، میشه 30. 30 دو برابر 15، 30 تقسیم بر 3 میشه 10. 10 و 10 با هم میشن 20. پس اگه اجازه بدین من کل اینو برمی‌دارم، یه دونه مقاومت 20 اینجا میذارم. خب ولسنج داره اختلاف پتانسیل دو سر این مقاومت 20 رو نشون میده. ولسنج داره چقدر نشون میده؟ ولسنج داره 6 ولت رو نشون میده. بچه ها این مقاومت 20 و این مقاومت 5 با هم سری هن. توی حالت سری جریان ها ثابته، جریان ها یکسان هن. پس طبق رابطه R مساوی با V آیوم، چون جریان ها یکیه، مقاومت و ولتاژ با هم رابطه مستقیم دارن. یعنی اونی که مقاومتش کمتره اختلاف پتانسیل کمتری بهش میرسه، اونی که مقاومتش بیشتره حتما اختلاف پتانسیل بیشتری بهش میرسه، رابطه مستقیم دارن. خب این مقاومت 20 ما ولتاژی که بهش رسیده 6ه، این مقاومت 5 ما چون مقاومتش کم میشه ولتاژ کمتری بهش میرسه، مقاومتش 1/4 شده، پس ولتاژش هم باید 1/4 بشه. یعنی اگه به این 6 تا میرسه، به این 6/4 میرسه. 6/4 یعنی 1.5 ولت. خب پس اختلاف پتانسیل دو سر باتری چقدر بوده؟ به این 6 تا رسیده، به این 1.5 تا. 1.5 و 6 رو با هم جمع میکنیم و میشه 7.5 و میشه گزینه 4. حله بابا جون، بزن بریم سراغ سوال 68. بیا سوال 68 میگه در شکل روبرو اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت R 12 ولته. آقا آرمون کو اینه، 12 ولته. میگه مقدار این R رو پیدا کن. اینم ایده جالبی داره. اول میام این دوتا رو معادل میگیرم. بچه ها 8 و 8 با هم دیگه میشن چند؟ 4. پس اینجا یه معادل 4 دارم، یه R دارم، یه 8 اینجا و یه سامپر اینجا.
یه دقیقه نگاه کن، مجهولات مسئله خیلی زیاده. نیرو محرکه ندارم، آر کوچولو ندارم، هیچی ندارم. چی بهت یاد دادم؟ تو فیلمای آموزشی چی بهتون یاد دادم؟ گفتم هر جا مجهولاتتون زیاد بود، هر جا هیچ ایده‌ای نداشتی برای حل کردن سوال، سریع دور بزن، سوالت حل میشه. ببین من یه نقطه اینجا میذارم، شروع میکنم دور زدن. میخوام اینجا چیکار کنم؟ دور بزنم. اینجا چه جریانی دارم؟ I1. اینجا چه جریانی دارم؟ I2، که جمع I1 و I2 میشه سامپر. خب از این نقطه میخوام شروع کنم دور زدن. اسم این نقطه رو میذارم نقطه آ. دور میزنم تا به نقطه آ بازگردم. خب میشه وی آ، بیا 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 بیا، میشه منهای آر آی. چرا منفی؟ در جهت جریان دارم. آرو ندارم، آیو ندارم، اما آر آیو دارم 12 ولت، پس این میشه منهای 12. اختلاف پتانسیلی دارم 12 ولت، پس میشه منهای 12. خب میام میام میام، این موقعه کلن شد 4، میشه منهای 4 تا I1. بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا، از گره رد میشیم. اگه از گره رد بشیم جریان ما عوض میشه. تا اینجا جریان ما I1 بود، از اینجا به بعد جریان ما I2 میشه. خلاف میرم جمع میشه، پس میشه به اضافه 8 I2. این مساوی با چی میشه بچه ها؟ مساوی با وی آ میشه. قبوله؟ قبوله. وی آ اینور رو با وی آ اینور میزنم میشه 0. خب 12 رو میبرم اونور، به یه 4 هم ساده میکنم، پس میشه منهای I1 به اضافه 2 تا I2. این میاد اونور میشه مثبت 12 تقسیم بر 4 کنم میشه 3، میشه 3. آخ جانم، شد یه معادله با دو تا مجهول. خب یه معادلم که از اینجا دارم، آیه که به اضافه آیدو میشه 3، پس آیه که به اضافه آیدو میشه 3. تموم. اینا رو با هم جمع میکنم، آیه که میرن 3 تا آیدو میشه چند؟ 6. درسته بچه ها؟ 3 تا آیدو میشه 6. اگه 3 تا آیدو من بشه 6، پس آیدو من میشه چی؟ میشه 2 آمپر. 2 آمپر رو بذارم، آیه که من به دست میاد 1 آمپر. خب من I1 رو به دست آوردم 1 آمپر. سوال از من چیو میخواست؟ R رو میخواست. R میشه V آیوم. ولتاژمون 12، جریانمون 1، مقاومتمون میشه همون عدد 12. یعنی جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 4. درسته؟ تسمال کجاست؟ سراسری 99. به همین راحتی. کیف کردیم؟ بریم سراغ سوال 69. به به، یه سوال تعلیفی خوشگل. میگه در مدار شکل زیر ولتاژ دو سر مقاومت آر سر رو پیدا کن. آر سر میخواد. ببین مدارا همون مدارای قبلی هن. اوایل سوالا داشتیم معادلشون رو حساب میکردیم، بعد جریان این مدارا رو حساب کردیم، حالا همون مدارا رو دوباره میخواییم بررسی کنیم، میخواییم اختلاف پتانسیل مقاومت های مختلف رو به دست بیاریم. بزن بریم. آب سه میذارم سادش کنم. اینو میذارم آ، اینجا میشه آ، اینجا میشه آ، آ آ آ آ تا اینجا میشه آ. تمام. از این ور بی میذارم، این میشه بی، این میشه بی، این میشه بی، اینم اس نداره، میذارم سی. آ به دو طرف، سی و بذار وسط. سری سری سری، سه او بین آ و سیه، سه او بین آ و سیه. خب شیشو میذارم بین آ و سی، شیشو میذارم بین آ و سی. چهارو میذارم بین سی و بی، چهار بین سی و بی. یه شیش دارم بین آ و بی، یه شیش هم میذارم بین آ و بی. تموم. یک دو سه چهار، چهار تا مقاومت. خب منفی به بی و مثبت به آ، منفی به بی و مثبت به آ. تمام. بریم معادل بگیریم و جریان حساب کنیم. تو رو خدا گوش کن. شیش و سه دو، دو و چهار شیش، شیش و شیش سه. سری مقاومت کل ما میشه سه. جریان میشه نیرو محرکه به رو جمع مقاومت ها. 6 3 1، جواب 1.5. این 1.5 چیه؟ جریانی که از باتری میاد بیرون، میاد 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 اینجا، این میشه 1.5. خب بالا چند شده بود؟ نمیدونم یادت هست یا نه، بالا 6 بود، پایینم 6. پس اگه این 1.5 بخواد تقسیم بشه مساوی تقسیم میشه، یعنی 75 صدم وارد شاخه بالا میشه، 75 صدم وارد شاخه پایین میشه. آقا اصلا طراح چی از ما میخواست؟ ولتاژ دو سر مقاومت آر سه، مقاومت آر سه این شیشه بودش، اونی که بین آ و بی هستش اینه، اینه، این آر سه هستش. ببین ببین، آر سه بود 6 اوم بین آ و بی، آر سه میشه 6 اوم بین آ و بی. ولتاژ اینو میخواد. خب آرشو دارم، آیشو دارم، ویشو به دست میارم.
خب وی این چه جوری به دست میاد؟ ویش میشه آر آی، درسته؟ خب هفت و پنج صدام بنویسیم سه چهارم خوشگل تره، میشه سه چهارم ضرب در شیش، سه چهارم ضرب در شیش. خب پس این میشه شیش ضرب در سه چهارم. به یه دو ساده کنم، به یه دو ساده کنم، سه 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 تا نه تا تقسیم بر دو میکنم میشه چهار و نیم و جواب میشه گزینه دو. حله بابا جون، یه سوال تعلیفی خیلی شیک. سوال بعدی رو نگاه کن، سوال هفتاد. اوه 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 اوه، سوال مهمه، کنارش بنویس، به شدت مهم. بیا بیا سوال هفتاد، بیا اینجا ببینم. آها، کنار این بنویس به شدت مهم و با دل و جون گوش کن، خیلی مهمه. اینو خیلی آروم بدون هیجان توضیح میدم، میخوام همتون یاد بگیرید. میگه در مدار شکل زیر، اینو میگه، حد اکثر ولتاژی که هر یک از مقاومت ها میتوانن تحمل کنن 24 ولت. این یعنی چی؟ یعنی موعدهای ما اگه بهشون مثلا 10 ولت بدی چیزی نمیشه، 20 ولت بده چیزی نمیشه، 24 ولت بده چیزی نمیشه. اما اگه از 24 ولت ولتاژ بیشتری به دو سر این مقاومت ها اعمال کنی، تمومه، مقاومتت میسوزه، کارش تموم میشه. پس حد اکثر ولتاژی که میتونن تحمل کنن 24 ولت. حالا چی میگه؟ میگه حد اکثر ولتاژی که میتوان به دو سر مجموعه اعمال کرد تا هیچ یک از مقاومت ها آسیب نبینند چند ولت است؟ بچه این سبک، این ادبیات توی توان خیلی پرکار برده. میگه حد اکثر توانی که مقاومت ها میتونن تحمل کنن اینقدر، پی ماکس رو پیدا کن، پی کل رو پیدا کن. حالا همین سبکه که ما توی توان داریم و میخواییم تو ولتاژ چیکار کنیم؟ پیاده کنیم. فعلا اینو یاد بگیریم، بعد تو سوالای توان چند تا از اینا براتون حل میکنم. دقت کن، دقت کن، دقت کن. میخوام از روش X برم. منتها ما روش X رو معمولا برای جریان استفاده میکردیم، حالا میخوام روش X رو برای اختلاف پتانسیل استفاده کنم، برای ولتاژ استفاده کنم. پس از چه روشی میخوام استفاده کنم؟ X. منتها X برای ولتاژ. میام چیکار میکنم؟ میگم آقا ولتاژی که به این میرسه فرض میکنم x باشه، ولتاژ اینو میذارم x. اگه به این x برسه، بچه به اینم قطعا x میرسه. چرا؟ چون با هم موازین. گول نخوری یا نگه این دو برابرش، نصفش، فلان میشه، بیسار میشه، نه، اینا موازین. تو حالت موازی اگه ولتاژ این x باشه، ولتاژ اینم x. خب ولتاژ کلشم x، مقاومت کل اینو میخوام پیدا کنم، مقاومت کل اینو میخوام پیدا کنم. آقا این دو آره، این آره، این چند برابر این؟ دو برابر. پس اگه مقاومت اینجا رو بخوایم، یعنی آره دو سه رو بخوایم، چی میشه؟ این دو برابر اینه. بزرگر رو مینویسم، دو به اضافه یک سه، میشه دو سوم آر یک، میشه دو سوم آر یک. خب پس اینجا که مقاومت دو سوم آر یکه، ولتاژ ما ایکسه. حالا میام سراغ این، حالا میام سراغ این. آقا اگه یادت باشه گفتیم این و این با هم سری ان، جریانای برابر دارن. خب طبق رابطه آر مساوی با وی آیوم، چون جریاناشون با هم برابره، موعد و ولتاژ با هم رابطه مستقیم، مقاومت و ولتاژ با هم رابطه مستقیم. این مقاومته چند برابر اینه؟ سه دوم اینه. پس پس ولتاژش هم باید سه دوم این باشه، یعنی میشه سه دوم ایکس. ببین آر یک چند برابر اینه؟ آر یک چند برابر دو آر یک سومه؟ این با این میره میشه سه دوم. آر یک چند برابر اینه؟ آر یک سه دومه اینه. پس ولتاژش هم باید سه دومه این باشه، یعنی اگه این ایکسه این میشه سه دومه. تمام. پس ولتاژ تمام مقاطع رو پیدا کردم، ایکس و دو ایکس و چار ایکس و پنج ایکس و ده ایکس، همه رو پیدا کردم. خب سوال گفته حد اکثر ولتاژی که میتونیم داشته باشیم 24. خب این ایکسه، این ایکسه، این سه دومه ایکسه، این از همه بیشتره، این بیشترین ولتاژ بهش میرسه، اینم حد اکثر ولتاژمونه. این 24 رو میذاری برای این، یعنی اینو مساویه با 24 میذاری. یعنی تو این سوالا میای ولتاژ تک تک مقاطع رو پیدا میکنی، اونی که از همه بیشتر شده رو میذاری اون عدده، اون 24. خب 3 با 24 ساده میشه 8، 2 8 تا 16 تا ایکس پیدا شد 16، پس این شد 16. حالا ولتاژ کل رو از ما میخواد، ولتاژ کل رو از ما میخواد، ولتاژ کل. آقا اینجا اختلاف پتانسیلمون 16، اینجا 24، اینا هم با هم متوالی هن. پس جواب ما میشه 24 به اضافه 16 میشه 40 ولت. یعنی اگه شما یه باتری 40 ولتی اینجا ببندین،
این میشه 16 ولت، این میشه 24 ولت. اینا نمیسوزن، اینم نمیسوزه. اما اگه اینجا ولتاژتون از 40 ولت بیشتر بشه، مثلا 41 باشه، از 40 یکم بیشتر بشه، خب قطعا ولتاژ اینام از 16 یکم بیشتر میشه، ولتاژ اینام از 24 یکم بیشتر میشه. پس این مقاومت چی میشه؟ آسیب میبینه، میسوزه. پس ما تو این سوالا میایم آسیب پذیرترین مقاومت رو پیدا میکنیم، اینه اون مقاومتی که بیشترین ولتاژ بهش میرسه. بعد اون حد اکثر ولتاژ رو برای این میذاریم. الان خیالم راحت میشه، اینی که از همه بیشتره 24 بهش میرسه، پس این نمیسوزه. خب اینا هم که کمتر از 24 بهشون رسید، اینا هم نمیسوزه، پس هیچ کدوم از مقاومتای مدار ما آسیب نمیبینه. بریم سراغ سوال 71. چی میگه بابا؟ میگه مقاومت الکتریکی یک قطعه سیم مسی همگن 24 اوم. بابا جون یه سیم داریم، مسی همگن، مقاومتش هم به ما داده 24. میگه این سیم رو به دو قطعه تقسیم میکنیم به طوری که طول یکی دو برابر دیگری باشد. پس میایم اینو تقسیم میکنیم، طول یکی رو میذاریم x، طول اون یکی رو میذاریم چی بچه ها؟ 2x. خب هممون میدونیم مقاومت با طول سیم رابطه مستقیم داره، یعنی اونی که طولش کمتره مقاومتش کمتره، اونی که طولش بیشتره مقاومتش بیشتره. یعنی اگه مقاومت این r باشه این 2r، اگر مقاومت این قطعه r باشد مقاومت این قطعه 2r. آر و دو آر با هم میشن 3R. 3R شده 24، پس آر میشه 8. یعنی این کوچولوه مقاومتش 8 بوده، این بزرگه بوده 16، که 8 و 16 جمعش بشه 24. گرفتی چی شد؟ خب حالا ادامش میگه سپس این دوتا قطعه رو به صورت موازی به هم وصل میکنیم. پس من یه مقاومت 8 دارم، بعدش یه مقاومت چند دارم؟ یه مقاومت 16 دارم. اینا رو موازی به هم وصل میکنم و بعد یه باتری داریم با نیرو محرکه 18 و مواد درونی 2/3. بیا اینجا یه باتری، چه سوال جالبیه، سوال ترکیبی جالب. نیرو محرکه رو به ما داده چی بچه ها؟ 18. آر کوچولو رو به ما داده 2/3. خب چی میخواد؟ میگه جریان عبوری از قطعه کوتاه‌تر، یعنی 8 اوم، میگه جریان عبوری از اینو پیدا کن، جریان عبوری از این چند آمپره، درسته؟ خیلی خوب بزن بریم چیکار بکنیم؟ اول مواد معادل حساب کنیم. 16 دو برابر 8، پس میشه 16/3، یعنی آر کل من میشه 16/3. جریان شاخه اصلی رو با هم محاسبه کنیم. جریان شاخه اصلی میشه نیرو محرکه، یعنی 18 به روی آر بزرگ 16/3 به اضافه آر کوچولو، یعنی 2/3. خب این میشه 18/3 میاد بالا، کلا میشه 3 آمپر. پس از باتری ما 3 آمپر جریان خارج میشه. 3 آمپر رو میخوام بین این دو نفر تقسیم کنم. حرفه‌ای باش. این میشه 2، این میشه 1. تمام. سوال چی میگه؟ میگه از اون قطعه کوتاه‌تره، یعنی از اون 8 اوهمیه چه جریانی رد میشه؟ میشه 2 آمپر. رو جواب میشه گزینه چند؟ 1. حله بابا، مشکلی نداری؟ بریم سراغ سوال 72. ببین اینا چند تا سوال ترکیبی جالبن. یعنی مواد معادل داری، جریان میخوای، ولتاژ میخوای، دیگه ترکیب میشه، خلاقانه میشه. این دو سه تا سوال خیلی تو اون تقسیم بندی های قبلی ما نمی گنجه، چند تا سوال خاص رو میتونم بگم چالش برانگیزه. دقت بکنید سوال 72 میگه دو تا مواد الکتریکی R1 و R2 داریم، در ضمن R2 از R1 بزرگتر. میگه یه بار به صورت موازی به هم میبندیم و یه بار به صورت متوالی. حالا گوش کن، میگه اگه این دوتا رو موازی به هم ببندیم و به یه باتری 9 ولتی با مواد درونی 1 وصل کنیم، جریان 3 آمپر از باتری عبور میکنه. ببین مقاومت R1 رو داریم، مقاومت R2 رو داریم، موازی وصل شدن، یه نیرو محرکه داریم 9، یه R کوچولو هم به ما داده چند؟ 1. جریان عبوری از باتری هم به ما داده چند آمپر؟ 3 آمپر. خب من چیزی به ذهنم نمیرسه، تنها چیزی که میتونم الان بنویسم اینه که معادل جریان رو یادداشت کنم. نیرو محرکه به رو آر به اضافه آر، همین. جریان رو دارم 3، نیرو محرکه 9، آر کوچولو رو میذارم 1. خب این با این ساده میشه 3، آر من میشه 2، یعنی آر کل من میشه 2 اوم. خب آر 1 چقدره؟ نمیدونم. آر 2 چقدره؟ نمیدونم. اما معادلشون چقدره؟ معادلشون 2. خیلی خوب، اینه بذار باشه قسمت اول سواله. بریم سراغ قسمت دوم سوال. میگه همون دوتا مقاومت رو به همون باتری وصل میکنیم، این دفعه به صورت متوالی.
خیلی خوب سری آر یک دارم و آر دو متوالی وصل میشن به باتری نیرو محرکه و آر کوچولو. میگه این دفعه جریان عبوری از آر یک 0.9 آمپر میشود، یعنی جریان اینو داده 9. خب آقا تو حالت متوالی جریان یک و دو جریان اصلی با هم برابرن. میام دوباره همین فرموله رو یادداشت میکنم. آی میشه نیرو محرکه به رو آر به اضافه آر، اسم اینو آر پریم بذاریم. قبوله؟ قبوله. جریانمون چقدره بابا؟ جریان 0.9. نیرو محرکه 9، آر کوچولو 1. از اینجا آر پریممون به دست میاد، این باید 9 باشه تا با 1.10 بشه، این ایجاد شه. آر پریممون میشه چی؟ آر پریممون میشه چی؟ میشه 9، که 9 به اضافه 1 بشه 10، 9 تقسیم بر 10 0.9 بشه. خب این چیه؟ مقاومت معادل اینا در حالت دوم. این چیه؟ مقاومت معادل اینا در حالت اول، یعنی این آر کله، اینم آر کله، این حالت اول، اون حالت دوم. یعنی اگه این دوتا رو موازی به هم ببندیم جوابشون میشه 2، اگه متوالی ببندیم جوابشون میشه 9. میگه آر یک آر دو رو پیدا کن. در ضمن حواست باشه آر یک از آر دو کوچیک‌تره. من بخوام معمولی حل کنم بعد دستگاه بنویسم، اینجا مینویسم آر یک به اضافه آر دو شده 9، اینجا مینویسم آر یک ضرب در آر دو، آر یک به اضافه آر دو میشه 2. دستگاه باید حل کنم با مصیبت آر یک آر دو به دست بیاد. منتها دانش آموزی که حرفه‌ای سری میتونه بزنه آقا آر یک ما 3 بوده، آر دو ما 6 بوده، تمام. اصلا یه نگاهی به گزینا بندازی، گزینا هم کمکت میکنه. ما دو تا عدد میخوایم که جمعش بشه 9 و در ضمن اگه موازی باشن بشه 2. آقا ما این اعداد رو خیلی زیاد دیدیم، 6 3 2، 6 و 3 معادلش میشه 2، دیگه باید حفظ شده باشی. 6 دو برابر 3 هست، 6 سوم میشه 2. پس اگه بخوای حل کنی باید دستگاه بنویسی به جواب برسی. اما اگه زرنگ باشی یه نگاه به گزینه‌ها بندازی، یه کوچولو هم با اعداد موقتا آشنا باشی، سری میتونی بگی که آر 1 3 آر 2 6. در ضمن آر 1 از آر 2 چی بود؟ کوچیک‌تر. سوال چی رو می‌خواست؟ آر 1 رو می‌خواست و میشه 3 اوم و جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 4. یه دونه دیگه از این سبک حل کنیم، خیلی داره کیف میده. بچه سوال 73 هم خیلی دوستش دارم، اینا همه سوالای تألیفی زیبای خودمه، واقعا قشنگن، واقعا مهمن. بچه من خیلی زحمت کشیدم این سوالا رو از منابع، از مراجع، از کتابای خفن استخراج کردم، خیلیاشو فکر کردیم، ایده زدیم، روش گسترش پیدا کرده، سوالای خارج داخل قاطی شدن، ترکیب شدن، با یه کار شبانه روزی این سوالا آماده شده. حواستون باشه قدر این سوالا رو بدونید، این سوالا جایی پیدا نمیشه، حواستون رو جمع کنید. سوال 73 میگه مقاومت‌های الکتریکی آر 1 آر 2 آر 3 به هم وصل شدن. خب دو سر مجموعه به یه باتری متصل میشه با نیرو محرکه 12 و آر کوچولو 1.5. میگه اگر جریان گذرنده از باتری 2 آمپر باشد ولتاژ دو سر آر 2 چقدره؟ اینم خیلی جالبه. بچه ها جریان میشه نیرو محرکه به روی آر کله به اضافه آر کوچولو. جریان عبوری از باتری یعنی جریان شاخه اصلی دیگه، جریان شاخه اصلی رو به من داده 2، نیرو محرکه رو به من داده 12، آر کوچولو رو به من داده 1.5. خب اینو اگه حلش کنم آر بزرگم به دست میاد. خب این با این میره 6، این آر بزرگم میشه 4.5، آر کل میشه 4.5. من 3 تا مقاومت دارم، 3 و 6 و 9. این 3 تا مقاومت رو باید یه جوری به هم متصل کنم که معادلش بشه 4.5. قطعا اگه سری وصل کنم نمیشه، خیلی جمعش زیاد میشه. موازی هم وصل کنم نمیشه، چون اگه موازی وصل کنم معادلم از تک تک اینا باید کوچیک‌تر بشه، یعنی از 3 باید کوچیک‌تر بشه، در صورتی الان معادل من 4.5. پس این 3 تا موقعات رو باید به هم وصل کنم، 3 تاش متوالی نمیشه، 3 تاش موازی هم نمیشه، یه جوری باید به هم وصل کنم تا مقاومت معادل مدار من بشه 4.5. یه اینجاش خلاقیت میخواد. چیکار باید بکنی؟ یه 3 و 6 رو باید متوالی وصل کنی و بعد باید بیاییم با 9 موازی کنی. ببین الان 3 و 6 میشه 9، 9 با 9 میشه 9 تقسیم بر 2 میشه 4.5. وای چه باحال. بعد اینم که قرار بره به چی وصل شه؟ قرار بره به باتری وصل شه. خیلی جالب شد.
حالا طراح از من چی میخواد؟ میگه ولتاژ دو سر مقاومت آردو رو پیدا کن. آردو این 6 اوهمیه بوده. میگه ولتاژ دو سر اینو پیدا کن. بچه‌ها، جریان خروجی از باتری ما 2 آمپره. پس 2 آمپر قراره بیاد بالا. خب شاخه بالا 9 و شاخه پایین 9. پس اگه این دو تقسیم شه، یک کی بالا میره، یک کی پایین. خب آرشو دارم، آیشو دارم، ویشو به دست میارم. ویش چی میشه؟ ویش میشه آر آی 6 ضرب در 1 میشه 6 ولت. جواب این تست خفنم میشه گزینه 3.